جنرال بسم الله، از برای خدا رهبر سیاسی لبسرین میزنه. بسم الله محمدی از دست دکتر عبدالله خون قای میکنه و با فاشگوی بی پیشونه اقدام کرده است. یک گزارش سری حاکی از آن است که بسم الله محمدی وزیر دفاع سابق در قید انزوا و اضطراب سختی گیر افتاده است و از زبانش در حق دکتر عبدالله آتش بود میکند و اخیرا در مجلسی در خانهش واقع در شیرپور گفته است که اسکلت دکتر عبدالله مثل اسکلت نسوان است و گفته است عبدالله برای رسیدن به چیزی تلاش دارد که خدا او را برای آن چیز نیافریده، یعنی ریاست جمهوری. بسم الله محمدی که خود پرونده قطور فساد و دوزی های استحقار آمیز را بعد دنبال خود یدک میکشد، میگوید مشکل دیگر این است که دور عبدالله شخصیت های بزرگی جمع شدند که دکتر عبدالله توان مدیریت آنها را ندارد. او میتواند چند تا بچه های خوشرو و وابسته به جامعه مدنی را اداره کند، مگر با مردهای وزندار گزاره کرده نمیتواند. عامر صاحب به همین سبب او را نگاه کرده بودند که با خارجی ها سر و کله بزند. جنرال محمدی وضع عبدالله را منفی بررسی میکنه و معتقد است که تیم عبدالله باز هم مثل 5 سال پیش برخلاف توقع خودش کلان شده و حالا هم توان مدیریت این همه مردم را ندارد. بسم الله خان ناگهان به حضور مجلس گفت شما را به خدا رهبر لبسیرین میزنه، رهبر آرایش زنانه میکند، رهبر آرایشگاه میره. این آدم 5 سال را فقط در همین کارها سپری کرده است. شرم است که استاد عطا و قانونی واری مردم و ما و صدها تن دیگر پشت یک گودیگک برویم که با یک نگاه اشرف غنی هوا از شکمش خالی می شود. بسم الله محمدی برای نخستین بار فاش کرده است که من تمام وزارت دفاع را برخلاف قانون و مقررات در انتخابات گذشته با خدمت این آدم گذاشتم. قطعات اردوی ملی برایش به حد کافی تقلب کردند. هلیکوپترها در خدمتش قرار گرفته بود. اکثر جاها منصوبین اردوی ملی با کمپاینران اشرف غنی درگیر شدند. حتی در ساعاتی که نفوذ غنی بیشتر بود، مواد انتخاباتی را انتقال ندادیم. ناظرین آنها را در تیاره نماندیم. تمام امکانات وزارت دفاع مخصوصاً هلیکوپترها در خدمت دکتر عبدالله بودند. ولی این نامرد وقتی که به چاوکی و کرسی رسید اولین بار مرا تخریب کرد. این در حالی است که انتقادها از عبدالله در صدر سران جامعیت بالا گرفته و او را فرد غیر قابل اعتماد می دانند. در جلسه ای که در خانه اسماعیل خان برگزار شده بود بیشترین انتقاد از کار کرده در این چند سال حکومت وحدت ملی بود. بیننده های عزیز، سپاس از اینکه ویدیو امروزی پرستو تیوی را تماشا کردین. سابسکرایب کردن چینل پرستو تیوی را فراموش نکنید. وقت شما خوش.